خوش اومدید به ویکندی دو و خوش اومدید به این ویدیو. خب بچه ها، توی این ویدیو قراره به این مپ ویکندی دو بهتون نشون بدم. پس قبل از هر چیزی یه لحظه وقت بذار به کانال من سابسکرایب کن، این ویدیو هم لایک کن. خب اولین چیزی که داخل مپ ویکندی توجه ما رو جلب میکنه اینه که بیشتر یخها آب شدن و فقط بازمانده هایی از یخها وجود دارن و بیشتر یخها از مپ رفتن. برای همین دیتیل بیشتری در بازی به کار رفته. از مکانه جدیدی که با بازی اضافه شده این تونل هاست که در بیشتر مپ پیدا میشن. کلن میشه گفت که ویکندی از این رو به اون رو شده و کلی مکانهای جدید به بازی اضافه شده که به نظر من خیلی میتونن مفید باشن و خیلی هم قشنگن. پس همینه هم برای قشنگی خودتون یه ساب بذارید و بزن بریم سراغ اصل ویدیو. خب اگه این نقشه مپ رو نگاه کنید یه خطای آبی بینید با مربعای قرمز که اون مربعای قرمز جایگاه ایستگاه قطار هستن و اون خط آبی ریل‌های قطار هستن که کلن 7 قطار در کل مپ وجود داره که این قطارها دیتیل فوق‌العاده خفنی داره. اگه بخواید سوار این قطار رو بشید فقط کافیه که بپرید و یه گوشه از قطار رو بگیرید تا سوارش بشید. همینطور که میبینید این قطارها در یا شیشه ندارن، پس میتونید به راحتی به بیرون تیر بزنید و انمیا رو ناکاوت کنید یا اینکه خودتون ناکاوت بشید. حالا فکر کنم در ذهن شما بیشتر این سوال وجود داره که اگه یه ماشین جلوی قطار بذارین، یه چیزی جلوی قطار بذارین چه اتفاقی میفته؟ من اینو در ادامه ویدیو حتما براتون میگم. حالا اگه این قطار زیبا و رچی میرسیم به مکان داینو پارک یا همون پارک جولاسیک که قبلا من خیلی بهش میرفتم و خیلی خفن‌تر شده. کسانی که این مپو ساختن کلی دیتیل توی این مپ به کار بردن و یه وسعت بزرگ از پارک جولاسیک رو دارید میبینید. همونطور اون کوه آتشفشانی خفن که داخل نسخه قبلی بوده، همینطور که این داخل کلی موزه، کلی پارک اسب سواری و کلی مکانهای تفریحی جذاب وجود داره که شما میتونید از اونا استفاده کنید، مخصوصا این ترین هوایی. شما با استفاده از این میتونید به بالای کوه مشکی برید، فقط کافیه بیاد روش و بدوید. و حالا یه جای خوب برای اسنپ کردن بقیه دارید. به نظر من یکی از بهترین جاهایی که داخل مپ ویکندی قراره بیاد. یکم که بالاتر برید به کلیسا میرسید که زیاد تغییری نکرده و مثل همون قبل باقی مونده. و جای خیلی قشنگ بعدیمون پارک قطار هاست، چون که لوت خیلی خفنی داره و مکان مناسبی برای فایت های نزدیکه. به نظر من که قرار بود کمپ جدیدمون بیاد. یکم که دور بشیم از این نقطه میرسیم به یه جای خفن دیگه. همینطور که میدید اینجا ویکندیه و برف داره و برف هم یخ میزنه. بله، اینجا یه جای خفنیه که با آبهای یخ زده پوشیده شده و روی اون سر میخورید، خیلی خفنه. و جای تفریحی دیگه ریل قطار که فوق‌العاده خفنه و بوتها و یخهای آب شده داخل مپ ویکندی توجه هر بنی بشری رو جلب میکنه. شما اصلا یه کار نباید اصلا داخل قطار انجام بدید، اینه که سوار یه موتور بشید. ولی واقعا به سختی باید یه موتور وارد قطار کرد، اما وقتی واردش بشید کارتون خیلی سخت میشه، چون اگه سوارش بشید دیگه اصلا نباید پیاده شید، چون که باگ میشه و موتور به جای اولش برمیگرده. پس نباید این کارو انجام بدید. حالا میرسیم به این سوال، اگه یه دراف روی ریل قطار بیفته چی میشه؟ آیا دراف از بین میره یا قطار؟ خب من توی این ویدیو قراره به این سوال پاسخ بدم. همینطور که میبینید دراف باگ میشه و جسم از درون قطار رد میشه. حالا اگه 10 تا دراف داشته باشیم چی میشه؟ همینطور که میبینید بازم قطار از توی دراف ها رد میشه. فکر کنم این یه باگ باشه، پابجی رو درست کنم، اما فکر کنم همین شکلی بمونه. حالا اگه یه دراپ روی لیر باشه شما میتونید ازش بپرید، اگه یه مینی گیم داخل بازی برای خودتون درست کنید. اگه مواظب باشید به اینا برخورد نکنید. حالا اگه یه ماشین جلوی قطار باشه چی؟ قطار اونو به راحتی آب خوردن پرتاب میکنه و در بعضی اوقات اونو منفجر میکنه. حالا اگه ما از این ماشینای قطاری بزرگ همون مینی بوسامون داشته باشیم چی میشه؟ همینطور که میبینید بازم قطار با قدرت تمام همشون رو به فنای فول میده و یه چیز ازشون باقی نمونه. حالا اگه چه قوی تر داشته باشیم، یه ماشین روی قطار و 10 تا دراف جلوش،
بازم ماشینا هم حتی باگ میشن و دراپا از توشون رد میشن. حالا ماشینای زرهدار اگه بزنیم جور قطار چی میشه؟ همینطور که میبینین ماشینا قدرت خیلی خفنی دارن و جمع وزن همشون حدود 1,000,000 کیلوگرم میشه. حالا ببینید چه اتفاقی رخ میده اگه قطار بهشون بخوره. همینطور که میبینید به راحتی آب خوردن همشون رو از بین میبره. پس مراقب باشید اصلا با قطار در نیفتید، چون که به راحتی آب خوردن میتونه بهتون دمیج وارد کنه و شما رو بکشه. همینطور که دارین میبینید شبیه قطار مرگ داره با آتیش میاد که خیلی خفن شده و صحنه خیلی جذابی رو ساختم. به این صحنه از 1 تا 10 چم میدید؟ توی کامنت ها حتما بنویسید و سابسکرایب هم یادتون نره. یکم کارو سخت می‌کنیم، همه ماشینای ویکندی رو میاریم روی ریل. حالا ببینیم چی میشه. خیلی خفنه. همه ماشینا آوردم ولی با تمام قدرت بازم قطار از توی همشون رد میشه و همشون رو پرتاب میکنه. پس نیور با قطار در نیفتید. اگه این جدول سمت راست هم نکنید، من تعداد قطارهایی که داخل هر مچم میاد براتون نوشتم. امیدوارم خوشتون بیاد. اینم بود از مپ ویکندی با همه تغییرات زیادی که داشت و قرار توی آپدیت سیزن 3 به بازی اضافه شه. حالا شما چی فکر میکنید؟ آیا مپ قشنگ قرار بشه یا نه؟ خب بچه ها، امیدوارم از اینو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب رو بهتر کنید مثل همیشه. تا ویدیو بعدی، پیس آوت.